عناوین اصلی: شکستن درب مسجد جمکران توسط یک معترض عصبانی. ویدیویی که نشان می‌دهد تنها موجودی که بازنشستگی ندارد آخوند است. خامنه ای تا گردن در لجن، بوی تعفن رژیم فاسد اسلامی تمام دنیا را گرفت. به کیوسک خوش آمدید. درود فراوان به شما همراهان گرامی کانال خبری کیوسک. از اینکه برای شنیدن خبرهای روز کانال کیوسک رو انتخاب میکنید سپاسگزاریم. لطفاً برای اینکه خبرها در دسترس افراد بیشتری قرار بگیره این ویدیو رو لایک کنید. از توجهتون سپاسگزارم. شکستن درب مسجد جمکران توسط یک معترض عصبانی. خبرگزاری فارس از بازداشت یک راننده در شهر قم خبر داده است و اتهام او را شکستن یکی از درهای مسجد جمکران با تریلی عنوان کرده است. فارس در تشریح این رویداد نوشته حدود ساعت 4 بامداد امروز یک شنبه 1 اسفند ماه یک تریلر درب 6 مسجد جمکران را شکست و وارد محدوده این مسجد شد. بر اساس گزارش فارس، این تریلر بعد از تخریب این درب و ورود به محوطه منحرف و متوقف شده است. گفته می شود راننده تریلی که در خودرو مقداری بنزین نیز به همراه داشت، توسط خدام و حراست مسجد دستگیر شده است. راننده هم اکنون در بازداشت پلیس قرار دارد و فارس مدعی شده است که وی در هنگام حادثه دارای حالت طبیعی نبوده است. لحظاتی پیش هم سایت نور نیوز با تایید این خبر نوشت که شخص حمله کننده با شعارهای هنجارشکن و ضد رژیم وارد مسجد شده است و قصد به آتش کشیدن این مکان را داشته است. کانال تلگرامی آوا تودی هم نوشته راننده خشمگین با فریاد مرگ بر خامنه‌ای و خامنه‌ای کامیون خود را محکم به درب مسجد کوبید و بعد از شکستن آن قصد خارج شدن و آتش زدن ورودی اصلی مسجد را داشته که با حضور ماموران متعدد انتظامی دستگیر و اقدامش متوقف می شود. ویدیویی که نشان می‌دهد تنها موجودی که بازنشستگی ندارد آخوند است. کاربری امروز با انتشار یک ویدیوی دیدنی در توییتر نوشته وحید خراسانی در 101 سالگی و در مراسم عمامه گذاری عمامه یک آخوند را گذاشت و بیاناتی ایراد فرمود که توجه شما را به بیانات خیلی مهم ایشان جلب می‌کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. خامنه ای تا گردن در لجن، بوی تعفن رژیم فاسد اسلامی تمام دنیا را گرفته است. وضعیت فسادهای مالی چنان همه نهادها و مقامات ریز و درشت نظام را در بر گرفته است و ارقام چند ده هزار میلیارد تومانی آنقدر در سخنان مقامات نظامی و قضایی و سیاسی تکرار شده است که کمتر کسی شکی در فساد ساختاری نظام دارد. اسناد این فساد ساختاری نیز در رقابت سیاسی میان خودی‌ها گهگاه به بیرون درز می‌کند. حتی مدعیان نظارت بر فساد در ایران مثل احمد توکلی خود از رانتخاران به نام حکومت بوده و هستند. ضرورت شفافیتی که آنان خواهانش هستند تنها کارکنان قوه مجریه و رأی اعضای مجلس را شامل می شود و بیت و سپاه و دفاتر مراجع و قضات و اعضای نهادهای انتصابی را در بر نمی گیرد. ویدیویی از تایید فساد آقایان در غارت دارایی بورسی مردم به روایت سخنگوی قوه قضاییه. اعضای در واقع هیئت مدیره سابق بورس رو پرونده تخلفاتی اونها رو ارسال کردیم به شورای عالی بورس جهت بررسی، پرونده کیفری برای اونها تشکیل دادیم، دعوت شدن و عقض توزیع شدن
و پرونده تقریبا داره تکمیل میشه که پرونده کیفری هم ارسال بشه به مرجع قضایی. ما در همین بررسی ها خب ریستر که وارد شدیم چیزی حدود 100 شخص حقوقی که غالبا شرکت های دولتی و یا بانک ها بودن، خب ورودشون و خروجشون جای سوال داره. در یکی از شرکت ها حدود 25,000 میلیارد تومان وارد بورس کرده و خارج شده به یک باره. یا افراد حقیقی هم داریم که خب میزان سرمایه‌ای که وارد کردن و خارج شدن خب جای بحث داره، آیا پولشویی هست، موارد دیگه هست. اینا نیاز به بررسی بیشتری دارن که حالا ما انشاءالله گزارش مظهر ریاست محترم قوه قضاییه ارسال میکنیم. بررسی بیشتر این داریم، این گزارش رو ارسال میکنیم از ایشون. و منتها طور نیست که کار ما تموم شده باشه. طبیعتاً ورود به هر کدوم از اینها هم نیاز به همکاری ما داره، هم برخی از ضابطین که باید بیان کمک بکنن، هم در واقع بازرسی‌های آشکار، هم بازرسی‌های پنهان، و ریشه این موارد مشخص بشه. ببینیم آیا فرض کنیم یکی از مواردی که الان خب بالاخره مورد توجه است سوء استفاده از اطلاعات نهانیه، یعنی اطلاعاتی به برخی از دستگاه‌ها اشخاص حقوقی یا اشخاص حقیقی داده شده، بحث تعارض منافع است و سایر مواردی که انشاءالله بایستی ریستر به اینها وارد بشیم. البته فرمایشات ریاست محترم قوه قضاییه به جا بود، فرمودن که شما نمونید تا تمام بشه، مرحله به مرحله باید گزارش رو بدید، دستوراتی که ایشون مطالعه بکنه، ارشاد بکنه، و انشاءالله داریم این کار رو انجام. فساد در ایران دیگر محصول جانبی توسعه یا یک سیب گندیده در میان ده ها سیب سالم یا یک غده سرطانی خوشخیم نیست، بلکه با رفتاری که روحانیت شیعه و سپاه در پیش گرفتند امروز همه جا را فرا گرفته است و نمیتوان آن را مثل مدیر مسئول همشهری توالت در کنار مسجد معرفی کرد که مردم بخش مسجدش را ببینند و توالت را فراموش کنند. بوی گند فساد سراسر کشور را در بر گرفته است، چون امپراتوری های سپاه، بیت و شرکت های دولتی همه منابع کشور را می چاپند و به هیچ کس پاسخگو نیستند. مجموعه نهادهای اقتصادی تحت این سه امپراتوری سهم آقا را می دهند و کسی دیگر با آنها کاری ندارد. اما پرسش کلیدی در اینجا این است که این فساد برای هواداران نظام که حکومت را حکومت الهی و دینی و جانشین معصومان شیعه می دانند چگونه توجیه می شود؟ اسلامگرایان کشور را مایملک خیش می دانند، چون بنا به باورهای ایدئولوژیک آنها کره زمین متعلق به ائمه شیعه است و آنها نیز نایبان امام 12 در یک سلسله مراتب هستند. به همین دلیل اگر چوب همه جنگل های کشور و آب همه سفره های آب زیرزمینی و دریاچه ها و تالاب ها و رودخانه ها، ماهیان همه دریاها، نفت و گاز و محصول همه معادن کشور را بفروشند و میان خود تقسیم کنند، کار خلافی انجام ندادند. اینها بنا به آیه قرآن به آنها به ارث رسیده و مال خودشان است. تفسیری که آنها از مستضعف دارند نه محروم و محتاج، بلکه خودی ها هستند. علی خامنه‌ای به صراحت این تفسیر را از مستضعف ارائه کرده است. بنابراین در نهانخانه ذهن مقامات فسادی رخ نمی دهد مگر آنکه منابع کشور را غیر خودی ها یا بی بصیرت ها ببرند. مفسدان اقتصادی از نظر آنها کسانی هستند که با گسترش طلبی سپاه و ولایت مطلقه خامنه‌ای مخالف هستند و در این حال سر سفره نظام نشستند. چرا روحانیون در کسب و کار اقتصادی دخیل هستند؟ چرا سپاه دارای یک امپراتوری اقتصادی است؟ مگر قرار نبود که روحانیون با سهم امام، یعنی خمسی که مردم با آنها می‌دهند، و سپاهیان با حقوق دولتی اموراتشان را بچرخانند؟ کسی حق ندارد این سوال‌ها را بپرسد. آنها به خود و منابع کشور جور دیگری نگاه می‌کنند. آنها معتقدند که دارند مایملک خود را بهره برداری و اداره می‌کنند. اگر سپاه زمین‌های منابع طبیعی را گرفته است و در آنها خانه و شرکت و کسب و کار می‌سازد، تصور نمی‌کند که دارد اموال عمومی را غصب می‌کند. آنها کشور را مال خودشان می‌دانند. فساد حکومتی در ایران چنان شایع و گسترده شده است که دیگر مقامات و بوق‌های تبلیغاتی آن را انکار نمی‌کنند و تلاش ها متوجه به توجیه آن شده است. 4 توجیه برای فساد نهادهای تحت نظر رهبر ارائه شده است. 1. مصالح بیان ناشدنی اسلام سیاسی. مقامات رژیم غیر از برداشتن منابع برای خود در حوزه سرکوب و تبلیغات، برای تداوم حکومت و گسترش طلبی، برای بزرگ کردن دایره قدرت و منابع تحت نظر خرج می کنند.
آنها حتی برداشتن برای خود را به مصلحت نظام می دانند، چون نظام بدون آنها و قدرتمند و ثروتمند بودنشان سرپا نمی ماند. به همین دلیل اقتصاد زیرزمینی در دوران رژیم جمهوری اسلامی در ایران به تدریج بزرگتر و بزرگتر و حتی بزرگتر از بخش رسمی شده است. به همین دلیل است که بودجه رسمی کشور حدود 60 میلیارد دلار است، اما کالای قاچاق وارد شده حدود 25 میلیارد دلار. 2. کفایت نکردن بودجه رسمی. وقتی از مدافعان امپراتوری اقتصادی سپاه و دخالت آن در قاچاق و پولشویی و اختلاس سوال کنید که چرا فرماندهان سپاه در این امور درگیر هستند، پاسخ می‌دهند که بودجه رسمی کافی نیست و رقم آن روشن است. آنها برای برنامه گسترش طلبی و سرکوب پول بیشتری می‌خواهند. معنی این سخن آن است که چون مجلس پول کافی نمی‌دهد تا ما گسترش طلبی و سرکوب کنیم، خودمان از هر راهی که بشود آن را در می‌آوریم. 3. ملکه عدالت. توجیه دیگر آن است که مقامات خود فساد را کشف و با مفسدان مقابله می‌کنند. موضوع نظارت سپاه، بیت و نهادهای دینی بر خودشان شوخی است. منشأ این شوخی در این اعتقاد بنیادی روحانیت شیعه است که روحانیون بعد از یک دوره انجام تکالیف دارای ملکه عدالت می‌شوند و دیگر نظارت بیرونی بر آنها ضرورتی ندارد، چون خودشان بر خودشان نظارت دارند. این ملکه عدالت از سال 1358 در جان فرماندهان سپاه نیز حلول کرده است. اعضای مجلس خبرگان که منصوبان بیت و تایید شده از سوی شورای نگهبان هستند، هیچگاه نظارتی بر نهادهای تحت نظر رهبری اعمال نکردند، چون آنها را خود ناظر می دانند. بدین ترتیب سفره نظام برای خودی ها باز است و کسی هم نظارتی بر این افراد که چقدر بر می دارند اعمال نمی کند. 4. مقابله با تحریم. رفع تحریم ها نیز حدود یک دهه است که به توجیهات فساد در کشور اضافه شده است. دولت برای فروش نفت از هر مسیر فسادآوری استفاده کرده است و نهادها نیز به بازار فروش نفت زیرزمینی وارد شدند که هر گونه فسادی در آنها ممکن بوده است. در یک دهه اخیر گویا برای دور زدن تحریم ها میزان فروش نفت، فروشنده و نحوه هزینه کرده آن اعلام نمی شود و این نیز راه را برای هر گونه فساد باز کرده است. برای مقامات همیشه هدف وسیله را توجیه می کرده است. هر گونه انتقاد از مقامات یا آشکار کردن موارد فساد، بالاخص اگر به فرماندهان سپاه مرتبط باشد، با نیت خوانی و برچسب زنی مثل زدن سپاه، حمله به قاسم سلیمانی، لجن پراکنی، دنبال کردن منافع آمریکا و دشمنی با سربازان ولایت مواجه می شود. همچنین از خونهای ریخته شده در زمان جنگ برای ساکت کردن منتقدان فساد استفاده می شود.